شما به خیر آقا. صبح بخیر فاتی. صبحنتون حاضره، بفرمایید. دست درد نکنه، پس مادر من کو؟ ناشتاییتون رو دادن به من، الانم خودشون میاد. خیلی خوب. صبح بخیر پسرم، حالت چطور؟ صبح شما بخیر مادر. بشین تا بهت بگم. گوش کن. اگه به مژده بدی مادر، یه خبر خیلی خوبی برات دارم. حتما باید به مژده بدی. چه خبری محمود؟ خبر خوبیه. چه خبری محمود جون؟ امروز صبح به سلامتی دخترت فریده وارد میشه. فریده؟ بله. امروز فریده؟ بله. چطور؟ بله، دیشب آقا از تهران به من تلفن کرد و گفت. چی گفت؟ امروزم میرسن، فریدم با اوناست. فریده؟ به به، الهی شد. میاد که برای همیشه پهلوی تو بمونه. چطور مگه؟ بله، فریده الحمدلله امسال لیسانس حقوقش هم گرفته و حالا بله. وقتشه که با حبیب پسرموش ازدواج کنه. آها. آخه این طفلکم خیلی ناراحتی کشیده. بله. ما همه همین آرزو رو داریم. که هم فریده سرانجونی بگیره، همینم ننه جون انشالله تو به سلامتی عرضی بابا مادر. آخه ننه جون، تو تا چه میخوای تنها باشی؟ الان 5 ساله که طاهره زن خدا بیامرزت مرده، هنوز تو برای خودت فکر نکردی ننه؟ راست اینه که من هنوز طاهره رو فراموش نکردم. خدا رحمتش کنه، زن خوبی بود. ببینم نسرین دختر وزیرپورم امروز میاد؟ آره، برای چی میپرسی؟ به نظرتون نسرین چطور دختریه؟ دختر خیلی خوبیه. یعنی دیگه ایرادی نداره مادر؟ منظورتو نمیفهمم. میخوام انشالله اگر خدا بخواد برات خواستگاریش کنم. چه فکرایی داری مادر؟ آخه مگه اون راضی میشه با پیشکار باباش عروسی بکنه؟ این حرفات چیه میزنی ننه؟ مگه بهتر از تو هم پیدا میکنه؟ الحمدلله هم درس خونده ای، هم با فهم و کمال هستی، هم خدا رو 100,000 مرتبه شکر دستمون به دهنمون میرسه. ول مادر، آخه ما کجا اونا کجا؟ حالا پاشو به بابام خبر بده فریده الان میاد. آره برم بهش مژده بدم. به برو، همین الان میرسن، منم لباس بپوشم میام. نشه جون، پشت خودتو جمع کن، دختره داری میاد. راست میگی؟ بله، با آقام میاد، داره بچه آقام باهاشن. تون بیا بریز جانم، بریز خود بریز، بریز این شازشو چادر بکنم شش. بریز ببینم، بریز بریز بشیم الان میاد. نایمدن؟ نه، دیر نکردم. مسکی ماشین آقا، بیان بیان خودشی. الحمدلله رسیدم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. مرحمت بیا. قربونت نتیجه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ نتیجه. خدا حافظ. مرسی.
الحمدلله لیسانست هم گرفتی خواهر، تبریک میگم بهت. مرسی دادم. الهی قربون شکلت برم ننه جون، خیلی خیلی دلم برات تنگ شده بود، الحمدلله به سلامتی آمدی. منم به خدا خیلی دلم تنگ شده بود مادر. خب دادا جون حال شما چطوره؟ الحمدلله خوبم. بابادی شما چطوری؟ سلامت باشی دخترم، الحمدلله. من خیلی خسته هستم، تو را اصلا نخوابیدم، اگه اجازه بدیم برم استراحت کنم. بفرمایید. برو بابا جون. مرسی دادا. مادر بریم ننه جون. بریم. خب بابا جون باید دیدن آقام بریم. البته باید بریم. کاریه کردی حبیب؟ مگه نمیدونی پسرم اونجا فرزه خانم از شهر اومده، نصب کرده بودم که اگه درسش تموم شد برای شازده هال خبر کنم. خیلی خوب، بزنی بزنی یا چرا آه. من از خواب بیدار کردم، تو رو خدا بگو بس کنم دیگه. چشم دخترم، پس حالا که از خواب بیدار شدی بیا پایین. داداشت گفته برای نهار بوغلمون درست کنیم، پسرموت هم برای دوستان پشته. اینا چیه؟ من هیچ لب نمیذارم، آخه من رژیم دارم. یه چیزی باید بخوری. خب حالا که اصرار داری یه قهوه فرانسه میخورم. چی؟ چی گفت؟ تو از حرفاش چی دالی تو؟ من که چیزی نفهمیدم. منم نفهمیدم. بیبریم بالا ببینیم چی تو. بیبریم بیبریم. والا پسرمو جان از خدا پنهان نیست، از شما چرا باشی؟ از وقتی شنیدم که فریده اومده از خوشحالی دارم سکته میکنم. خب حق داری، نامزدتی. درسته که نام زدمه، اما فریده دیگه خیلی عوض شده، کاغذ و دیپلم داره، ممکنه ما رو نپسنده. این چه حرفیه میزنی؟ تو خیلی اشتباه میکنی، این حرفا معنی نداره پسرمو جان. مگه سواد باید باعث تکبر و افاده آدم بشه؟ اون دیگه موقع عروسیشه، باید صاحب زندگی و بچه و این چیزا بشه. آخر ما دهاتی ها و زندگی کردن اینجور جاها، مخصوصا تو این ده. ده؟ مگه اون دهاتی نیست؟ مگه میون همین دهاتی ها به دنیا نیومده؟ اونم مثل ما خونه دهاتی تو رگاشه. باری کلا پسرم اونجا، چه حرفا شیرین شیرین میزنی، دلم راحت شد. اصلا هم از تو بپرسم، مگه من درس نخوندم؟ مگه دانشگاه نرفتم؟ پس چرا اونطوری که فکر میکنی من نیستم؟ بی خود ناراحت نشو، فریده مال توه. راست میگی؟ قربون دهنت پسرمو، صورت همه زخ کردی، ریشت مثل سنگ پا میمونه. چی میگی پسرمو؟ صبح مشتقی صد تا تیر به صورتم کشه. سلام پسرمو. دستم بخیر دخترمو جان، انشالله که سلامت هستی. فریده جون اقلا تو یه ماچ من بده تلافی سیبیل کلوف بشه. خیلی ممنونم پسرمو که برام ارکستر آوردی، از خواب بیدارم کرد. ارکستر؟ منظورش همون ساز و دهله. ببین فاتی، نهار ما رو بیار، من حبیب نهار نخوردیم، میخوایم با فریده نهار بخوریم. متشکرم، من نهار خوردم. ایوه ننه جون تو که غذا نخوردی، فقط یه لیوان شیر اونم بیچی کرد، این که برای تو غذا نمیشه. چرا؟ مگه خدا نکرده کسالت دارید؟
نه، فقط رژیم دارم. چی داره؟ آقا جون رژیم داره، یعنی مثل تو نیست که یه قاب پلو و یه بوغرم و نهارش باشه. اوه ماشالله، چه اشتهای خوبی. شما بفرمایید نوش جونتون. بیا بشین، بیا. اب نداره بازه میخوریم، فریده بعدش چه میاد؟ اولش با دست مادرش بیشتره. به تو هم یه چیزی بگو، مگه اصلا گوش دادی؟ خب بله، ما بلدیم مثل فرنگی ها با قاشق و چنگال غذا بخوریم. سلام خوشش خان. سلام خانم. سلام اشه ابراهیم. فریده هست؟ بله بسر باید. خیلی خوب، خوش آمدید، صفا آوردید. چطوری مشت ابراهیم؟ سلامت باشید. تو فرمودی شربت میگیرم. شربت نه، الان نهار خوردی. نه ممکن نیست اینطور بگذارم. خیلی خوب، بریم دیگه. حالا اصلاح میکنه. بفرمایید. بهتر مواظب این اسباب باش. بریم تو، بریم تو مشت ابراهیم. بریم تو. بیا فریده، فریده بیا، اوشرخان و نصیر خانه رو تشریف آوردن. چشم بابا جون، الان میرم پلوشو. چرا دخترم تو بری، بگذار اونها بیان اینجا، مگر ما از شون کمتری؟ نه بابا، آخه نداره، خود آقای وزیرپور صد دفعه اومد اینجا روی همین تا پلو من چای خورد. آخه بابا جون، آخه نداره. پاشو بابا، من و تو بریم جای دیگه با دل راحت نهار بخوریم. پاشو پاشو، اینجا نشستن ما هیچ خوب نیست. نه داداش، شما باشین. نه خواهر جون، ممکنه ناراحت بشین. آخه ما با دست نهار میخوریم. بیا فاتی، نهار ما رو بیار بالا. پاشو 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 دیگه. ننه جون تو هم پاشو، نه بزرگ داری نه لباس کیسه ای زنی. پاشو بریم. آره بابا بفرمایی. خوش آمدی. سلام فریده. الو فریده. سلام سلام، خوش آمدی. بفرمایی خواهش میکنم. مرسی. آه سواری بودی؟ آره. بفرمایی خواهش میکنم. بفرمایی. خب پس خوش گذشته. خیلی زیاد خالی بود. حالا بفرمایی کاملا استراحت بکنم. سواری خوبی هم کردی. حتما باید یه چیزی میل بکنی. خیلی بفرمایی اینجا بگیر. روی نیم کرد؟ بله بفرمایی خواهش میکنم. ایلی نداره. به به، چقدر شاعرانه است، خیلی زیبا. نه زندگی کردن اینجور جاها اصلا قابل تحمل نیست. من که از همین فردا خیال برگشتن دارم. ببین هنوز نایمده، میخواد برگرده. خب شربتم برامون آوردم. خب بیخوریم دیگه. حسین خان، آقا جون تو فرستادون پیش شما. اوه یادم رفته بود، بابام گفته بود من برم بده سرکشی کنم. آخه به من چه که برم تو این آفتاب خودم کباب کنم. قربان اقلا بره باغ زراعت خودتون رو ببینید. آقا آرزو داره که شما بزرگ بشین، کارها رو بده به دست. ای بابا ما از این شانسا نداریم. من میدونم هوشنگ اصلا اینجا بند نمیشه. خب حق داره، مگه تو ده هم میشه زندگی کرد میونه این گاوا و گوسفندا؟ اصلا بدتر خود این داکی ها. مواظب باش جلو داداشت این حرفا رو نزنی. گناه من چی اون فکر کنم؟ من یه که اون درس خوندم، دانشگاه دیدم، اونم تحصیل کرده است، مهندسی کشاورزیه. از اون گذشته تو نامزده پسر عموتی، مجبوری با اون عروسی کنی. ممکن نیست من این کارو بکنم، حتی اگر بمیرم زیر بار نمیرم. مگه بعد از مرگم این کار انجام بشه؟ خدا نکنه ننه تو بمیری، ایشالا زنده باشی و صاحب بچه و نوه بشی. منم عمرم به دنیا باشه بچه تو رو بغل بکنم ننه جون. ایشالا تو هم 100 سال دیگه زنده ای و بچه و نوه و نتیجهش هم میبینی. اوه ببخشید. سلام خانم. سلام، خیلی خوش آمدی، تعجبیان ما کردی. نسرین خانم سلام عرض میکنم. سلام از ماست محمود آقا. خیلی خوش آمدید، منظر فقرا رو روشن کردید. اختیار دارید این حرفا چیه؟ من و فریده مثل خواهریم، با هم دیگه بزرگ شدیم. از اون گذشته ماها هرچی داریم از وجود شماست. اگه همت شما نبود که این ده اینقدر آباد نمیشد.
امیدوارم آقا جونتون از من راضی باشن. راضی چیه؟ اون زندگی شما دیون شماست، شما رو مثل پسرش دوست داری. ممنونم نسرین خانم. راستی میخواستم عرض کنم روز عقد کنون تشریف بیارید. عقد کنون؟ عقد چی؟ عقد خواهرم. ولی داداش خوب بود اقلا با منم مشورت میکردی. بگ نداره، من به جای تو تصمیم گرفتم. اما باید قبلا به منم میگفتی. میخواستم کارها رو برا کنم بعد بهت بگم. ولی من هیچ خودم حاضر برای شنیدن این خبر نکرده بودم. حالا صاف و پوسکنده میگم که اصلا موافق نیستم. این حرفا چیه؟ ما تا حالا صبر کردیم که درس تموم بشه. خودت هم خوب میدونی که اینجا رسم دختر رو زود شوهر میدن. تو هم که از وقت شوهرت گذشته. میدونم میدونم. گاهی هم یه دختر 9 ساله با همسن پدرش عروسی میکنه. اما هیچ فکر توافق روحی و عشق و محبت نیستم. البته که محبت هست. آخه این پسرموی توه. غریبه که نیست. هر چی باشه با هم بزرگ شدیم. خیلی معذرت میخوام پسرمو. انشالله که از حرف من بدتون نیومده. البته برای جوونی مثل شما تو این ده هزاران دختر خوب هست. ولی من نمیتونم اینجا زندگی کنم. اینجا نمیتونم زندگی کنم یعنی چه؟ یعنی اینکه آرزوهای من در این ده برآورده نمیشه. مگه این ده چشه؟ بله همین دهات، با همین دهاتیا، همین طرز فکر کردن اونهایی که فقط خوردن و خوابیدن بلدن. اما من احتیاج به چیز دیگه دارم. کسی رو میخوام که تحصیلش، طرز فکرش مثل خود من باشه. پس حالا دیگه از پدر مادر و فامیلیت هم آرت میاد؟ من از کسی آرم نمیاد. اما نتیجه تحصیلاتم چی میشه؟ مگه تحصیل باعث میشه آدم قوم‌وخویش خودش هم نشناسه؟ نه محمود آقا، منظورش این نیست. آخه فریده لیسانس حقوق شده، بهترین شاگرد دانشگاه بوده. به خدا فریده نابغه. نابغه کدومه خانم؟ وقتی کسی از پدر مادرش آر داشته باشه فایده دیپلم لیسانس چیه؟ بی خود بحث نکنیم. ممکن نیست بین دهاتی ها زندگی کنم. دهاتی ها؟ ببینم کی تو رو شیر داده؟ کی تو رو بزرگ کرده؟ مگه پدر مادر تو دهاتی نیستن؟ حالا همون هم قبول نداری؟ مگه من درس نخوندم؟ ولی با وجود این تو این ده کار میکنم، به زمین اجدادیم دلبندم. مطمئن باش اگر یه وقت لازم بشه این کت و شلوارم میکنم، به جاش همون لباس های ساده و با شرف دهاتی ها رو میپوشم. مثل سربازی که تفنگ و شمشیر به دست میگیره بیل و کلنگ بر میدارم، همون کار رو که پدر و پدر بزرگم کردن میکنم. مگه عیبی داره که من مردم و مملکتم خدمت کنم؟ نه عیبی نداره، ولی تو با پولی که تو این ده به دست اومده تحصیل کردی و باید برای همین ده مفید باشی، نه اینکه ما رو ترک بکنی و از دستمون بری. هر سربازی سنگری داره. درسته، سنگر تو همینجا. اگه میخوای واقعا کار بکنی به این دخترهای دهاتی زندگی کردن خوب رو یاد بده. بچه‌هاشون از توی خاک و خل در بیار، براشون مدرسه باز کن. برای همون که از دولتی سرشون به اینجا رسیدی. چیه؟ چی شده؟ راحت باش پسرمو، من فکرم عوض شد. از اونهاش نیستیم که زنه رو بخواییم و اون ما رو دوست داشته باشه. شنیدی بابا؟ پس چرا ساکتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ من صاف و پوزکنده بهتون بگم، برای این درس رو خوندم که وکیل دادگستری بشم. چی؟ وکیل دادگستری؟ مکتوب پول احتیاج داری؟ یا وکیل قیه؟ نه، برای رضای دل خودم میخوام کار کنم. بسیار خوب، ولی میخوام از تو بپرسم آیا در زندگی هیچ وظیفه دیگه نداری؟ من مخالف نیستم که زن درس بخونه سطح فکرش بیاد بالا، ولی آیا باید از شهر و قوم‌خویشش هم آرش بیاد؟ دخترم خیال میکنی که هر کار دلت میخواست کردی، پس چه میخواهی شوهر کنی؟ اگر خواستم شوهر کنم زن مردی میشم که آزادم بگذاره کار کنم. خب اومدیم و شما وکیل شد. کدوم شوهری قبول کنه زنش وکیل دادگاه باشه اون وقت بچهش از بیشیری تا غروب گریه کنه، یا اینکه با یک گده چاقوچش طرف باشه؟ از همه اینا گذشته اومدیم و خانم وکیل دادگستری زایدنش بگیره. فردا روز دادگاهشه، اون وقت باید از رئیس دادگاه خواهش کرد دادگاه رو تعطیل کنه که خانم بزا. بیا بریم نسی، دیگه از نزاکت خارج شده. بریم. من برمیگردم ده. حالا خوب شد آقا منو خواسته که برم ده. فردا با هم میریم. پس درست شد. چطور مگه؟ بعد بهت میگم. این دیگه کیه؟ این یارو از اون کله گنده های قصابخونه است. راستی؟ آره، از روزی که تو رفتی با ژیلا گرم گرفته. اقلا شبی 1000 تومان براش خرج میکنه. دیشب هم با هم رفتم. پس اینطور
دیگه خیال نمیکنم این دفعه زورت بهش برسه. اقلا روزی 500 تا گوسفند میکشه. فکرش نکن. اگه من هم میدونم چی کار کنم. ده که میریم ده تمام جریان رو درست میکنم. گوش کن پرویز، من به 50,000 تومن وجه اینجا احتیاج پیدا کردم. میخوام یه ملکی رو معامله کنم. یه چک می‌نویسم، میری از بانک میگیری میاد. اما باید خیلی مواظب باشی. چشم. کار دیگه که شهر نداری؟ نه. حالا که هستی، هر وقت خواستی بری چکو میدم به. بسیار خوب. فردا داری؟ خدا. نه، کاری ندارم. این پرویز خیلی پسر نازنینیه. هرچی این خوبه عوضش محمود. واه واه چه ناجنس. میدونم چه معامله‌ای باش بکنم. راستی هوشنگ اگه کار نداری ببریم اسب سواری. من امروز خیلی خسته هستم، بذار فردا. حتما ببریم. خانم من اینجا هستم، اگر دلتون میخواد برام اسب رو حاضر کنم. آره اینطور بهتره، تو با پرویز برو، منم یک کمی به کارام برسم. خیلی خوب، پس من برم لباسم عوض کنم. پرویز با هم با تو چیکار داشت؟ به من گفت برم تهران 50,000 تومان پول از بگیرم. راو به به زنده باد. حالا درست شد. تو برو منم وصله کار رو فراهم میکنم. پس من برم لباس هم عوض بکنم با خانوم برم سوار. آره جونم برو. هیچ حرکت خودم نفهمیدم. معذرت میخوام. ببخش. خیلی بی‌تربیت هستی. تو منشی شوهر منی بهش خیانت میکنی؟ به خدا خانم اختیارت دستم درست. نتونستم جلو احساساتم بگیرم. ببخش. در هر حال حرکت اول آخریت باشه. چی میگم؟ این خانم میبینی؟ باجون خیلی قشنگه اوگو. چرند نگو، گوش کن. میخوام یک ساعت من این خانم با هم بگیری. چشم اوگو همین الو. نه طوری میخوام بگیری که اون نفهمه. حاضر باش. چشم اوگو جون. بیا اینم 20 تومن انعامه. برو میدم بابا. امیدوارم خانم منو ببخشید. شما خودتون میدونید که من چقدر مطیع شما هستم. هر دستوری که تا حالا به من دادید اگرم برخلاف نظر آقا بوده من انجام دادم. حالا در نوکری حاضرم. ولی این دلیل نمیشه تو اینطور به من نزدیک بشید. منو مارچ کنید. نه خانم، فقط عشق من بود که باعث این کار شد. آخه من شما رو دوست دارم. بیاد. اصلا نمیشه به امثال شما رو من دار. دوست دارم. خفه شو احمق. یک منشی نباید اینقدر پر رو باشه. گم شو. خب گرفتی خاطر شو. نفرمد آقا اینا شیشه 2 فوت. همین بر من کافیه. همینو کم داشتی. زنم تو مغزش رفته. میخواد زیر این پله ها بار بسازه. بار؟ بله، برای جشن تولد هوشنگ که الهی خدا زیر گلش بکنه.
یه دهی هم مثل خودشون از شهر دعوت کردن، میخوان تو این خونه ای که بابای بیچارم نماز میخونده مشروب زهره کنن. همین جایی که همیشه توش روزخونی و سینه زنی بوده، حالا میخوان میخونه بسازن. عیب نداره، ناراحت نباشی. حالا این کاغذ ملاحظه بفرمایید. از چیه؟ از خودم. از خوده؟ به جایی که نوشتی موضوع ببینم چیه. خیلی خوب. چی؟ استعفا دادی؟ والا دیگه نمیتونم کار کنم، پدرم پیر شده، من باید به این چند جریب زمینی که دارم برسم. نه، اینا بهانه است. تو از یه چیزی ناراحتی. از هیچ چیز ناراحت نیستم. به هر چیزی که پهلوت مقدسه راست چه بگو. آخه قسم دادن نداره. دیدی یه چیزی هست؟ ببین محمود، من تو را از پسرم بیشتر دوست دارم. تو تنها کسی هستی که به من احترام میگذاری. من به تو اطمینان دارم. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. ولی من تصمیمم قطعیه. اوه محمود آقا هم اینجا. بیا ببین نسرین جون، محمود آقا هم دیگه میخواد پهلوی ما کار نکنه. مگه همچی چیزی ممکنه؟ ناچارم خانم. هیچ ممکن نیست. من که نمیذارم شما از پهلوی ما برید. من باید در این مورد با فریده صحبت کنم. مجبور شدم که این تصمیم بگیرم خانم، چاره ای نداشتم. پس از تو خواهش میکنم یکی دو ماه پهلوی ما باش تا من کس دیگه رو پیدا کنم. به خاطر من قبول کنید. بسیار خوب، حالا که حرف زدید مجبورم قبول کنم. فرمایشی ندارید؟ نه بابا، برو. با اجازه شما. چی کار میتونم بکنم؟ این هم از دست هوشنگ و مادرت از پهلوی ما رفت، دیگه به کی اطمینان کنم؟ انقدر کردی، انقدر اطفال در آوردی تا محمودم از پهلوی ما فرار کرد. بدارد، یکی بهتر جاش میاد. بله، چه ضرری به شما میخوره؟ این حرفا چیه مادر؟ محمود یک مرد به تمام معنیه. کاش اقلن اون فامیل ما بود. کاش هوشنگم مثل اون بود. من که به محمود خیلی ایمان دارم. هیچ وقت پاکی و مردانگی اونو فراموش نمی کنم. حتما عقلشو از دست داده، دیوونه شده. دیوونه توی؟ منظورت چیه؟ آخه خره، دخترت از این خوشش میاد. نمیفهم. همینمون مونده بود که دخترمونو بدیم به یه دهاتی. دهاتی؟ مگه شلیت تنبونه یادت رفته؟ یادت رفته رو دستت خال بود، رفتی دادی دکتر پاک کرد؟ ببینم، مگه یادت رفته بابات مشتعلی اویار بود؟ اینا که نبود. این لباس های عروسیده، خونچرم الان میارم. انشالله مبارک باشه، امشب دیگه شب شادیه توه فریده جون. مادر خیلی کار بدی کرد، بساط عقد رو انداخت، مهمونا رو دعوت کردی، اون وقت من اصلا حرفی نزدی. این حرفا رو نزن دخترم، آخه تو که میدونی رسم ما اینطوره. رسم شما اینه که من به زور با حبیب عروسی کنم. ده مگه داداش حبیبم چشه؟ بهترین دختره اینجا آرزو دارن زن اون بشم. درسته، من که از حبیب بعدم نمیاد، حبیب پسر عموی منه، اما حالا نمیخوام عروسی کنم. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا من راحتم نمیگذاری؟ با خدا من از دست شما خودم میکشم، والله خودم میکشم، با خدا خودم میکشم. آبروی ما رو نبر، آخه این کارا خوب نیست. خوشو عزیزم، گریه نکن. خوشو قربون. تبریک بشه. مرسی. پنج هشت دوازده شونزده بیست.
میکنی؟ مامان من که 4 سال توپی سرم در جا میزنم. خدا رو شکر کن که تو توپیز موندی. مادر سالی 2 سالم به عقب برمیگرده. یعنی ایشالا چند سال دیگه برمیگرده خونه اوله. چی گفتی؟ اصلا زبون خوش به درد تو نمیخوره. اون شیشه روغن که اصلا کجا؟ نه الهی قربونت برم، تو دختر 14 ساله ای، اصلا بچه شیرخوره ای. خیلی متشکرم. راستی من برم رو میزی شما حاضره، هم برو ببین سرویس کامل یا نه. تو ترازی نمیشون درست با سرعت 100 اومدم، اونم کلید درست مثل اصلشه. بله خودشه، پس همین امشب کارشو تموم میکنیم. سلام خود. سلام مشتی ابراهیم. سلام، خوش آمدی. حال شما چطور؟ خیلی ممنونم. او راستی امشب اخکنون فریده است، بهتون تبریک میگم. سلامت باشید آقا، من برای همین آمدیم که به آقا و شما یادآوری کنیم که حتما تشریف بیارید. بله آقا قول دادن که از سعود باشد. البته این وظیفه ما. آقا جون آقا همین الان میام پایی. برم بچه بچه بیاییم به این دادی ها شراب بدیم. نه بده، اینا چه زمان شراب شیه. خوشمزگیش به همینه. گوش بدید حالا، دو تا ویسکی بده من، دو تا ویسکی زود باش، مواظب باشی. بفرمایید آقایون، بفرمایید شربت میل کنید، میل کنید آقا، بفرمایید بفرمایید. آخه جشن تولد هوشنگ خانه، بفرمایید آقایون. این چه شربتی بود؟ شربت بهزیبوه فرنگیه. بابا اینجایی؟ من داشتم دنبال شما ها میگشتم. چی دارید بخورید؟ شربت بهزیبوه فرنگی. شربت؟ این که مشروبه. مشروب؟ چی میگی پسرمو؟ مشروبه؟ منو قایم کنی، منو قایم کنی، ایسی میره بجو اینم، دیگه منو قایم کن. چی به شما این مشروب حروم داده؟ آقایون خجالت نکشیدی؟ ما آدم های ساده هستیم، از خدا میترسیم. تو بودی، تو دادی، الان گردانت میشکنم. این شهر رو بیهن. آی آی شهر، آی حیات، آی آی تو بودی، آی آی کمرم، وای 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 وای. همین بسشه پسرمو. خیال میکردم شما ها تربیت دارید، کافی نیست خودتون اون کثافت کاری ها رو میکنید، حالا میخواید روح این آدم های پاک هم آلوده بکنید ها؟ اما شما تقصیر ندارید، گناه پدر و مادرتونه که شما رو این طور بارتون آورده. چی شده؟ کمرم شکست از بس کتک خوردم، این رعیت های شما منو کشتن. چیزی نیست، انشالله ما رو میبخشید. اومده بودم از کنون فریده رو یادتون بندازم، البته فراموش نمیفرمایید خانم. متشکرم محمود آقا، البته هممون میاییم. خیلی ممنونم، با اجازه شما مرخص میشم. محمود آقا به موقع اومدی، میخواستم بفرستم عقبه، برای اینکه میخوام به فریده یه چشم روشنی خوبی بدم. کلید صندوقو بده من. مشت ابراهیم ایشالله مبارکه. حبیب خان به تو هم تبریک میگم. ممنونم آقا. بفرمایید. مرمت زیاد، مرمت زیاد.
پیش اومد. بریم. آی داد به دادم برسید، آی دوست، آی دوست، آی دوست، آی دوست، بردن بیچاره شدم، ای داد به دادم برسید، بردن. محمود آقا دیدی با هزار تومن پولمو بردن. آی آی بیچاره شدم. آی آی در صندوق وازه 50,000 تومن رفت، مثل این که جارو کردن. ممکن نیست، من خودم در اون خفت کردم. چی میگی؟ در صندوق وازه، برو ببین. آخ بیچاره شدم. آی یه صندلی بدین ببینم. آی آخ آب آب بدین. آخ آب. ناراحت نشو بابا جون، آخه تو مریض هستی. بفرمایید آقا، بفرمایید، بفرمایید. این چی به من دادی؟ شامپاین دم دستم بود. گورشی الهی پسر، دل و اندرونم آتیش گرفت. مگه دیوونه شدی مرد حسابی؟ میخوای دیوونه نشم؟ پولم رفت، هستیم رفت، با چشمم دوزم و دیدم. دیدی؟ بله، یعنی سایش اونو دیدم. وقتی وارد شدم تا اونا منو دیدن فرار کردن. منم ترسیدم دنبالشون برم، ترسیدم مبادا پشت در وایساده باشن با چاقو شکممو پاره کنن. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ چی دزدیده؟ چی دزدیده؟ همون که کلید برش بوده. یعنی میخوای بگی غیر ممکنه؟ محمود آدم درستیه. پس حتما شیطون برداشته. آخه کسی غیر از اون کلید نداشت، مخصوصا هم استفاداد. برای این استفاداد که میخواست اون پول کلونو بزنه. درسته، این نتیجه اطمینانیه که تو بهش داشتی. آخ مخم ترکید، این حرفا چیه؟ پولم کجاست؟ بله پول کمی نبوده، همه کس گول میخوره. بچه رو دو مرتبه در صندوق رو نبسته. برای اینکه رد گم کنه بگه دوست کسی دیگه بوده. اصلاً به این کلفت نوکران نباید اعتماد کرد. راست میگی، همشون بدجنسن، مثل همون شوفرمون که خواهرمو گول زد و باش فرار کرد. منو بردن، صندوق رو نشکستم، با یه کلید دیگه باز کردم. که؟ بله کلیدش هم جا گذاشتم. ببینم کلیدی که بهتون دادم پهلوتونه؟ با هم یه جورن، از روی کلید اصلی اینشو ساختن. درست، هر دوتا این هم. پس دوست تو خودمونه. یعنی کجاست؟ کیه؟ کی میتونه وقتی اصل کلید پلوش نباشه از روش درست کنه؟ این دیگه برو برگرد نداره. درسته درسته، از کجا معلومه دوز این کار نکرده که رد گم کنه؟ درسته هوشنگ خان، مخصوصا هم این کار کردم، ولی متاسفانه دوز همیشه یه برگه از خودش باقی میگذاره. برگه؟ این دکمه مال شما نیست؟ منظور چی احمق؟ این حرفا چیه محمود آقا؟ این حرفا رو میزن که خودش تبرئه کنه. من نمیخوام خودم تبرئه کنم، میخوام ثابت کنم که هوشنگ و تو هر دو دوست هستید و اطمینان دارم که پول و چک ها الانم تو جیب خود شماست. خفه شو بددهاتی، برو بیرون. تا من دوزو نشون ندم از اینجا نمیرم. بفرمایید، اینم چک های تضمین شده و پولای شما، اینم دوز تو. برو دیگه، هم پات اینجا نذار. گناهکار شما هستید خانم، گناه این بچه به گردن شما هست، شما مسئول این پسر هستید.
شب بخیر. هوشنگ، پسرم دوست، تو هم پس فطرت با او همدستی؟ تو دیگه پسرم نیستی، از شماها متنفرم. برید بیرون دوزهای بی شرف، دیگه نمیخوام روتونو ببینم. پسرم ندارد ارزشی غم خوردن این دنیای فانی، که خوش باشد شود ای با خوشی عمر و جوانی. ببین باغ و چمن، دشت و دمن، دلکش و دیباز، که امشب شب ما با رخ تو خوب و دلاراست. طبیعت شادمان شد، پر از شادی جهان شد، توی تا یار من، دلدار من، سرمست و شادم. گل در بین گل ها، توی ای گل مرادم، چه بلبل در گلستان، ترا جویم دمادم. گل در بین گل ها، توی ای گل مرادم، چه بلبل در گلستان، ترا جویم دمادم. آی شبی که بی تو رود، شبی که بی تو رود، راستی ز عمرم نیست به جز وصال تو، به جز وصال تو هیچ آرزو به عمرم نیست. ماشالله، هزار ماشالله، خدا از چشم بد محافظتت کنه ننه. الهی پای هم پیشم. مادر خواهش میکنم من راحت بگذاری. خواهش میکنم. تو فرمایید خانم بیرو. خواهش میکنم. که بلبل نمیخوام در گلشن از عشق تو هستم، مکن من هم که من در زندگی زیبا پرستم. شب وقت آمد و افتاده بس جان شور دینگر، دشاری میزند روی چمن مرغ دلم پر. اگر خندم کنون از نعمت وصل تو خندم، دقم نبود اثر در این دل زیبا پسندم. طبیعت شادمان شد، پر از شادی جهان شد، توی تا یار من، دلدار من، سرمست و شادم. کنون در بین گلها، توی ای گل مرادم، تو بلبل در گلستان، تا جویم دادم. کنون در بین گلها، توی ای گل مرادم، چو گل گل در گلستان، را جویم دمادم. Thank you.
با خودت حرف بزنی. چیه؟ محمود آقا، محمود آقا، فریده فرار کرد. چی میگی؟ فریده با هوشم میخواد فرار کنه، تا ماری دیدم فرار کرد. بریم اینی، بله بریم اینی. خب همشون رفتن؟ بله. بسیار نجاتم بدی، به دادم برسی. دادشی هم بخواد منو بکشن. نجاتم بدی، دادشی هم بمانده. دادشی هم بخواد منو بکشن. فریدی چرا چی شده مگه؟ به زور میخوام منو بدم به پسر عموم، چون من قبول نمی کنم میخوان منو بکشن. آخه مگه به زورم کسی رو به کسی نمیدن؟ اینجا هستی؟ خوب کاری کردی اومدی توی خونه، جای تو همینجاست. فاسد پیش فاسدتر از خودش. محمود آقا باز چی شده؟ این کافی نبود که پسر تهمت دزدی به من زد، حالا هم فریده رو گول زده که شب عروسیش فرار کنه. نمیفهمم چی میگی، موضوع چیه؟ به من بگو. آقای محترم، ما با درستی به شما خدمت کردیم، آبرو و حیثیت شما رو حفظ میکردیم، ولی شما خانواده ما رو لکه‌دار کردید. میدونی چرا من استفاده دادم؟ برای اینکه پسرت میخواست من وادار به خیانت کنه، امضای تو رو جعل کرده بود، سفه چک کشیده بود. منم برای اینکه زیر بار نرم استفاده دادم. اما تو فریده، تو رو نمیکشم. میدونی برای چی؟ برای اینکه بزرگترین عقوبت تو همینه که توی این خونه میونه همینا باشی. لعنت و نفرین خدا بر تو. فریده جون، اینقدر ناراحت نشو، بلند شو بریم استراحت کن. بلند شو فریده. بارو گام شد دهاتی. خدا کنه ما دست شما دهاتی راحت بشیم. کسافت ها اونا کسافت ها یا تو پسرت. محمود حق داشت میگو باید جلو شما رو بگیرم، باید به تو میفهموندم که آقا و ارباب این خونه من هستم. به سر پستی رو به جایی رسونده که امضای منو جعل میکنه، دزدی میکنه. دیگه نمیخوام روی هیچ کدوم تونو ببینم. برید بیرون، گمشید، برید گمشید. حالا عصبانی نشو، برو استراحت کن، برو جونم. شما دیوونم کردین، آب رو و حیثیت هم بردین، پیش تمام مردم لکارم کردین. دیگه چی از جونم میخوای؟ حالا خودتو ناراحت نکن جونم، برو کمی بخواب. برو بیرون، تو پسرت آب روی منو بردی. همه تون بریم بیرون، کسابت ها هم برید بیرون. چی میخوای؟ بریم بیرون، بریم. یالا آروم رفت. چی کار میخوایی؟ بول من سالای مسئول. ای دادی بیداد، ببین چی کار میکنه. مکی شدی؟ خیدانم بکش، خیدانم تو باید بکشی. چقدر آرزو داشتم از شایی تو رو ببینم. مردا صبح حرکت میکنید، میری طرف دهرون. بس دیگه از چه آبروی منو بردین. سلام علیکم، اجازت تلفن بکنم؟ ساعت ها بجا. مرسی، خوش آمدی. الو اکبر، تو هستی؟ ببینم خانم آقا از ده اومدن. بله قربون، دیروز تشریف آوردن. شما چی هستین؟ فقط میخواستم ببینم اومدن یا نه. الو اکبر، کی بود تلفن میکرد؟ نمیدونم، اسمشو نگفت خانم. فقط پرسید شما عده تشبه آوردین یا نه. چطور اسمشو نگفت؟ نمیدونم چرا نگفت، اما صداش خیلی به نظرم آشنا میامد. خیلی خب، برو به کارت برس. Thank you.
سلام پرویز خان. سلام. چه عجب، بفرمایید. خانم هستن؟ بله داشت دارم. آقا چطور؟ نه رفتم بیرون. حتما. بله آقا بفرمایید. اجازه دید برم به خانم خبر بدم. خانم پرویز خان اومده میخواد شما رو ببینه. پرویز میخواد منو ببینه؟ نگفت چی کار داره؟ نه خانم چیزی نگفت. خب بگو بیا تو. چاش. سلام عرض میکنم، رسیدم به خیر؟ انشالله که حال شما خوبه. الحمدلله بد نیستم. حال تو چطوره؟ حال من؟ جدا خانم شما که نبودید مثل اینکه تو این شهر هیچ کس نبود. رونق و صفا از همه چیز رفته بود. خیلی ممنونم. خب بگو ببینم حالا کار پیدا کردی یا نه؟ نه از روزی که آقا منو بیرون کرده تا حالا برای خودم کاری پیدا نکردم. برای همینم بود که اومدم از شما خواهش کنم بلکه کاری بکنید که دوباره برگردم. راستش اینه که آقا دیگه به حرف من گوش نمیده. اصلا خیلی عوض شده. اما خانم من چه کنم؟ بیچاره شدم. نمیدونم زندگیم از کجا بگذرونم. چاره ای ندارم جز اینکه یه خورده پول از شما قرض کنم. قرض؟ این حرفا چیه؟ تو جوان هستی، همه کار میتونی بکنی. اسم نیست اومدی گدایی میکنی؟ گدایی؟ من نیومدم گدایی بکنم. من اومدم یه چیزی که بر شما خیلی ارزش داره به شما بفروشم. چه چیزی میخوای من بفروشی؟ یک مدرک مهمی که برای شما خیلی بیشتر از 50,000 تومان ارزش داره. اما من فقط 5,000 تومان میفروشم. ببین میارزه؟ بدجنس. عکس من با تو؟ از کجا آوردی؟ از کجا؟ راستی که آدمیزاد فراموش کاره، ولی نمیدونم چطور به این زودی رابطه بین من و خودتون از یاد بردی. کدوم رابطه پس فطرت؟ من که تو رو داخل آدم میدونستم که با تو رابطه داشته باشم؟ تو این عکسو بدونین که من بفهمم از من گرفتی. من پدر تو رو در میارم. پدر من رو در میاری؟ نمیترسی از این حرفا که میزنی؟ فکر نمیکنی اگر این عکسا به دست شوهرت بیفته از این زندگی پر جاه و جلال محروم میشی؟ بیشتر رذل پس فطرت. فقط تو و امثال تو یاد گرفتید خانواده ها را از بین ببرید، زنها و دخترهای مردم رو بیچاره کنید. آخ توف بر شما بی وجدان ها. حرفای شما همه صحیحه، ولی چه کنم؟ احتیاج دارم، بالاخره باید زندگی کنم. این چون میخوای زندگی کنی؟ همینطوری که آبرو و حیثیت مردم از بین ببری؟ ببینم مگه من بیگناه نیستم؟ تو که خودت بهتر میدونی. خب من عوضی زیاد نمیخوام، فقط 5,000 تومان. در ضمن قول میدم که هیچ وقت مزاحمت نکنم. توف بر شما بی وجدان ها. حرفای شما همه صحیحه، ولی چه کنم؟ احتیاج دارم، بالاخره باید زندگی کنم. این چون میخوای زندگی کنی؟ همینطوری که آبرو و حیثیت مردم از بین ببری؟ ببینم مگه من بیگناه نیستم؟ تو که خودت بهتر میدونی. خب من عوضی زیاد نمیخوام، فقط 5,000 تومان. در ضمن قول میدم که هیچ وقت مزاحمت نشم. عکسارم جلوت پاره پاره بکنم. دیگه روی منو هیچ وقت نخواهی دید. بسیار خوب، اما بهت بگم اگر یک دفعه دیگه پا تو اینجا بگذاری سر کارت با زندانه. میفهمی؟ یه دقیقه صبر کن.
ناجنس. این همه پس انداز منه. بیشتر از این نداشتم. 4000 تومنه. عکسارو بده. خب 4000 تومن هم 4000 تومنه. بفرمایید اینم عکساتون. انشالله که منو میبخشید. گوش کن، قول بده که دیگه پاتو توی خونه نگذاری. خیلی خوب. چی کار میشه کرد؟ آخه ما هم تقصیر داریم، نباید مجبورش میکردیم عروسی کنیم. من که از اول میگفتم اگر این درس بخونه دیگه توی دل نمیتونه زندگی کنه. حیف که فریده اینطور از آب در اومد. آخه بابا، مگه دوره آخر زمانه که یک زنم بره وکیل عدلیه بشه؟ یعنی برای این کاری کرده ما هیچی نگیم؟ شما دو نفر نگذاشتید، اگر به خدا میکشتمش. چی کارش کنی؟ تو مغزش رفته بود وکیل عدلیه بشه، آخرش هم شد. به علاوه این حرفا دیگه قدیمی شده پسرمو. زن و مرد با هم فرقی ندارن. شما خیال نکنید برای اینکه فریده وکیل عدلیه شده من ناراحتم. نه، ناراحتی من به خاطر اینه که او با حرفای احمقانه‌اش خانواده ما رو تحقیر کرد. من آرزو داشتم وقتی درس میخونه همینجا پلوی خودمون باشه، استفادهش به همین ده برسه، نه اینکه خودش هم از دست بدی. آخرش چی؟ من براش فکر خوبی کردم، حالا بذار بره سرش به سنگ بخوره، خودش پشیمون میشه. مشتری به تور زدم، الحمدلله بالاخره یه کاری برای شما پیدا شد. راست میگی؟ بله خانم. بگو فرمای تو. گوش کن دایخان، درس تو که روونی، وقتی یار اومد میدونه که چی باید بگی. بله خانم، درسمو حفظم. اون باید خیال کنه کار ما زیاده، سرمو شلوغه. من تو را پله شکارش کردم، داشت میرفت طبقه بالا. خب برو تعارف کن، بگو بفرمایی تو. خدا کنه در روزی ما باز شده باشه. اصلا نمیدونم چرا مشتری ها از شما رحم میکنن، در صورتی که شما ماشالله هزار ماشالله مثل ما میمونی. خوبه خوبه، کرم نگو، برو. چشم، زود باش. پس این آقای وکیل عدلیه کجاست؟ بفرمایید جناب آقای سردسته گوسفنداز. بی معرفت، میخواد چه شده در بیارم بزنم کف دسته؟ البته البته، من کاری میکنم که شما حاکم بشید، همه 200000 تومن هم به دست خود شما برسه، خرجای دیگرشو بقیه چیزارم البته طرف دون باید پرداخت بکنه. البته البته، خداحافظ. راستی تقی، دیدی فراموش کردیم رسید 2000 تومن رو بدیم به حضرت والا؟ عیب نداره خانوم، حضرت والا خیلی به ما اطمینان دارن. او ببخشید، فرمایشی داشتی؟ اولندش اوریس و شماست، ثانیندش ما شاغولون قصاب رئیس نصف قصاب خونه ایم. خودم یه پا قصابم، بابام هم قصاب بوده، جدن در جدن هم قصاب بودن. وقتی هم که ننم منو تو قصاب خونه زایید، یه دستم کارت بود و یه دستم هم شاخ دام. خیلی خوش رفت، بفرمایید بینشینت، خواهش بکنم بفرمایید. چشم، میفرمایید، چه کنیم؟ بعد خیلی باید ببخشینا، من یه خورده استخون درد دارم، یعنی رومانتیزم دارم. بله ببخشید، راحت باشید. بفرمایید، راحت باشید. خب بفرمایید ببینم چه خدمتی میتونم برای شما انجام بدم. من اومدم راجع به علی چوبدار با شما مذاکرات کنم.
علی چوبدار؟ بله. علی چوبدار پسر آبجیمه. چطور نمیشناسیش؟ این اسم خودشه. میخواستم ببینیم کلک این پروندهش چیه. خب اگر میل دارید بریم پرونده رو مطالعه کنیم. چی رو خانم مطالعه کنیم؟ مگه کتاب موش گربت یا حسین کرده؟ پس منظورتون چیه؟ منظور ما اینه که منو ببریم پیش خود آقای وکیل. چرا ما رو این دستون دست میکنین؟ یواشتر داداش، چرا اینقدر داد میزنی؟ آخه اینجا که جای داد زدن نیست. ما که موج پایین گرفتیم، کی داد زدیم؟ با این وقت که ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم. با هم صحبت کنیم؟ چشم خانم جون، میخواستی از اول بگی؟ این یارو سرخره رو بیرون کن، بعد دوتایی میشینیم عشقش میرسیم. منظورتون چی آقا؟ خودت گفتی ما با هم صحبت کنیم. به جون خودت اگه با آقا بگیم دهن من تو نمیری قرصه قرصه. هیچ فکرشو نکن. آقا چیه؟ اصلا شما با کی کار داری؟ آقای کمال، همون وکیل عدلیه اربابه. خود من فریده دهیاری، وکیل پایه یک دادگستری هستم. تو وکیلی؟ بله. وکیل عدلیه رو پا. وکیل عدلیه. جلوی زمانت بگیر آقا، تو رو که به زور نیوردن اینجا، خودت اومدی تو دفتر من. دفتر تو کدومه؟ میخواستیم بریم دفتر آقای کمال. دفتر آقای کمال طبقه بالاست. خوب اشتباه برمیگرده مامانی، خیال کردیم تو منشیش هستی. اما تو نمیری خیلی مسخره است. یه زن وکیل علی چوبدار بشه. ببینم مرگ من اینم موده که زن وکیل عدلیه بشن؟ ویلکوم بابا. قرون تو شکرم. دیدی تقی؟ اینم مشتری. عیب نداره خانم، این که قابل نبود. به خدا به جون خودتون اگه برا خاطر شما نبود تیکه تیکش میکردم. اصلا نمیفهمم چرا با ما زنها اینطور رفتار میکنن. ببخشید خانم، گرچه خجالت میکشم این حرفو بزنم، ولی باید خدمتتون عرض کنم منم یه آدم عیالواریم، چند تا بچه دارم، باید براشون نون ببرم. میدونم چرا دیگه صبر کن؟ بالاخره درست میشه. ممکنه من صبر کنم، ولی جواب صابخونم رو چی بدم؟ نمیشه بازم از نسرین خانم قرض کنیم؟ اون دوست شماست، روی شما رو زمین میندازه. نه دیگه ممکن نیست، من خیلی بهش بدهکارم. همینقدر که کمک کرد من این دفتر رو باز کردم، خیلی باید ازش ممنون باشم. سلام فریده. سلام نسرین. خودشون هم تشریف آوردن. حلالزاده هست. حالت چطور؟ اون موضوع رو فراموش نکنید. حال خوب بگو ببینم کاروبارت چطوره. ای چی بگم، تو این محیط مثل اینکه هنوز زوده یه زن وکیل دادگستری بشه، ولی با وجود این من مایوس نمیشم. خیلی عجیبه. من هیچ شکی ندارم که استعداد تو در وکالت از هیچ مردی کمتر نیست، اما نمیدونم چرا مردم با تو اینطور رفتار میکنن. خب از این حرفا بگذری، حالت چطوره؟ بد نیستم، اما من از تو خیلی گله دارم. از روزی که به منزل جدیدت رفتی اصلا دیگه ما رو فراموش کردی. اختیار داری نسرین خانم، من هرچی دارم از شما دارم، من کوچیک شما هستم. این حرفا چیه؟ تو خواهر منی. راستی فریده جون، ببینیم پارسی چطوره، قشنگه؟ به به، خیلی قشنگه، مبارکت باشه. مبارک خودت باشه، چون برای تو آوردم. یکی از دوستان بابام دو قواره برای من و مامانم آورده بود، اما مامانم برای اینکه با من یک رنگ نپوشه قبول نکرد. حالا منم برای تو آوردم. خیلی متشکرم.
مگه اون همه محبت شما کافی نبود که بازم من خجالت هم میدی؟ این حرفا رو بذار کنار، من پارچم رو دادم خیاط، تو هم زودتر ببر بده. خب حالا که اینطوره تو هم باید این گوشواره رو از من قبول کنی. خواهش میکنم. اوه چقدر قشنگه، خیلی ممنونم. قابل شما رو نداره. راستی ببخشید نسیم جون، از بسرم گرم شده یادم رفت از حاله آقا و خانومت بپرسم اونا چطورن؟ الحمدلله بد نیستم، سلام رسوندم. هوشنگ چی کار میکنه؟ همونطور که بود هست، هیچ فرق نکرد. هر شب تو کافه ها، کاباره ها. عاشق من آنجا به میخانه ندارم، فرزانه راهی در این خانه ندارم. با من شما یکی ساغر بنوشید، به دوش روزگارم چه هستم در چه کارم. پدری رو در میارم. چی کارش داری بچه نچو؟ الهی قربون شکلت برم، هر چی دلت میخواد بگو برات بیارم. یه خورده یواشتر مشتی، همین دیگه مونده بود شما بی سر و بی پا تو این کافه آدم بشی. تو دیگه چیمه کشی گلو گلو؟ از فرمش اینا بلند شو کشم. من بلند شم بودلوش احمق. یه مرتبه که پول گرفتی، هر وقت احتیاج به پول پیدا میکنی میای پیش من؟ مگه من گنج دارم؟ پاشو برو دیگه، نمیخوام ریختت ببینم. درسته خانم، اما من احتیاج دارم که دوباره اومدم خدمت شما. این بس نبود که اخلاق پسرمو فاسد کردی، کارشو به جای رسوندی که عاشق رقاصه کافه بشه به خاطر اون کتک بخوره. خانم هوشنگ خان جوونه، حق داره از این کارا بکنه، اما شما؟ بله درسته، من باعث گمراهی پسرم شدم. شوهرم حق داشت، همیشه به من میگفت، قبول نمی کردم. اما تو که در خونمون همیشه به رود باز بود، سر سفرمون نون نمک خوردی، تو خونوادمون رفت آمد داشتی،
اون وقت از این جریان سوء استفاده کردی، بدون اینکه من به تمام از من عکس گرفتی. تو که از من یک عکس داشتی، پولش هم گرفتی، دیگه چی میخوای؟ حالا فقط 10,000 تومان. این دفعه اومدم شیشه اون عکس‌ها رو بهت بفروشم. مگه نمیدونی هر عکسی یه شیشه‌ای هم داره و میشه از روش چندین هزار تا چاپ کرد. پس اون مرتبه منو گول زدی؟ خدایا، خودت میدونی که من گناهی ندارم. با این پس فطرت هیچ رابطه ای نداشتم. اما این عکس‌ها نشون میده که شما با من رابطه داشتید. اینطور نیست خانم؟ من همه چیز خودم به شوهرم میگم، از تو هیچ ترسی ندارم. من که پول زیادی از شما نمیخوام. میدونید این عکس‌ها بیشتر از اینا میارزه. از کجا بیارم؟ اگر از شوهرم بخوام نمیگه برای چیه؟ خیلی متاسفم خانم که باید خدمتتون عرض کنم. برای خاطر فرزندانتونم که شده باید فداکاری کنید. با آدمی مثل تو که نه شرف داره نه وجدان چیکار میتونم بکنم؟ میدونم، ولی همین آدم بی وجدانم میتونه از این پول صرف نظر کنه. اما به شرطی که... به شرطی که چی؟ یک ساعت بیای منزل من. البته منو میبخشید، برای خاطر شماست که این پیشنهادو میکنم. میدونید منزلم کجا؟ همون ساختمانی که فرید خانم میشینه. اون وقت هم عکساتونو میگیری هم منو راضی میکنی. خفشو بیشتر، تو پستر از اون هستی که من فکر میکردم. خجالت نمیکشی؟ حالا دیگه به منم نظر داری؟ برو از این خونه بیرون. اگر نری دستم میده مثل سگ بیرونت کنم. طرفم ساعت 6 امشب تو اتاقم منتظرتم. اگر اومدی که هیچ، اگر نیومدی خودت میدونی، یا خودت یا پول. خدایا خودت به من رحم کن. سلام عرض کردم خانم. مگه تقی نیست؟ چطور شما سرزده اومدی؟ تقی خان این نامه رو داد که بدم خدمت شما. نامه؟ نامه چی؟ که خانم تقی خان رفت پلوی آقای کمال کار کنه، گفت اینجا دیگه هیچ خرجم در نمیاد. پیش آقای کمال؟ بله. بسیار خوب، منم برای این اومدم خدمت شما که قبضای اجارتونو بهتون بدم. قبضا؟ خیلی معذرت میخوام، باید من مهلت بدیم. مهلت دیگه برای چی خانم؟ که پولتون رو حاضر کنم. نه خانم، هیچ ناراحت نباشی، تمام اجاره سما رسید، اینم قبضاش. رسید؟ چی داد؟ یه آقایی دیروز اومد بدهکاری شما رو پرسید، همش هم داد و رفت. نگفت اسمش چیه؟ نه خانم، بفرمایید، اینم قبضاتون، قبضای اجارتون. بفرمایید. بفرمایید. سلام دخترمو. سلام پسرمو. سلام. خب با اجازتون من مرخص میشم. چه عجب پسرمو، خیلی خوش آمدی. حال چطوره دخترمو؟ انشالله که سلامت هستی. ممنونم پسرمو. به به، چقدر برازنده شدی، چه لباس شیکی پوشیدی. خب باید همرنگ جماعت شد. امروز دیگه همه به سر و وضع آدم نگاه میکنن. بله. ناراحتی نیستی دخترمو من اینجا اومدم امروز؟ نه خیر، این یه سعادتیه برای من. بفرمایید پسرمو، خواهش میکنم. نونم. بالاخره آدم باید گاهی هم حال قوم خویش خودشو بپرسه. مرسی پسرمو. راستی پدر و مادرم، برادرم چطوره؟ خوبن الحمدلله. من و داداشت امروز با همدیگه اومدیم شهر. اون کارش تموم شد رفت ده، اما من هنوز کارم تموم نشده. ممکنه امشب اینجا بمونم. خیلی خوب، اگر امشب تهرون موندی حتما بیا منزل ما.
نباده بریم مسافرخونه یا جای دیگه بخوابی. بیا اینم آدرس خونه من. انشالله که مزاحم نمیشم. بیا. خیلی ممنونم. چشم، اگه نرفتم حتما میام. راستی دخترمو چه دفتر قشنگیه. امیدوارم خوش بگذرونی، از زندگی راضی باشی. خدا رو شکر خیلی راحتم. اینقدر کارم زیاده که نمیتونم سرمو بخارونم. خب الحمدلله که وضعت خوبه، ما همه خوشحالیم. یادم رفت با رئیس بانک صحبت کنم. الو، من فریده دهیاری هستم. بله، خواهش میکنم چند دقیقه صبر کنید. بله جناب آقای رئیس، تمام پرونده ها رسید. به خاطر شما قبول میکنم. گرچه 5000 تومان برای این کار کمه، اما چون شما هستید قبول میکنم. چشم خداحافظ. چه کنم؟ رئیس بانکه، نمیشه روش زمین انداخت. خب با من کاری داشتید؟ بله، اومدم تلفنو ببرم. تلفنو؟ برای چی؟ برای اینکه 3 ماه پول آبونشو ندادیم. 2 هفته هم هست که سیم شما رو قطع کردن. یوسف خان گفت بیام تلفنو ببرم بذارم اتاق دیگه که بشه ازش استفاده کرد. ببینم برادر. بفرمایید. پول 3 ماهش چقدر میشه؟ من نمیدونم، باید از اداره تلفن بپرسیم. خب این 100 تومن شما بگیر، یک کاری بکن که همینجا بمونه و کارم بکنه. بیا. هرچند این کار به من مربوط نیست، اما مرز گل روی فرید خانم قبول میکنم. قربان شما. خدا حافظ. فرید جون، من پسرمون تو هستم، غریبه که نیستم. اجاره دفتر از شما دادی؟ نه دخترمون، من ندادم، داداشت داده. محمود؟ بله، وظیفه‌اش بود. حتی داداشت با استفاده که این دفتر رو به کمک نسرین خانم باز کردیم. خیال نکن محمود برادر دست و بدش میاد. فقط اون توقع نداشت که تو از ده و اهل ده آرد بیاد. دخترمون جون، گوش که از ناخون جدا نمیشه، تو از خون ما هستی. اما حیف که یه خورده راه و عوضی رفتی. مادرتون اومدی؟ بسیار خوب، مانعی نداری. برای اون قیمتی که من میخواستم، هم خوشگلتری، هم جوانتر. بفرمید بشینید. من اومدم عکسای مادرمو بگیرم. عکسای مادره؟ چشم. اگر پول آوردی، عکسا تو همین کمده. پولشو بده، بردار برو. میگم عکسا رو بده. منم میگم قیمت چه بده. عکسا رو بده، وگرنه عکسا همینجا. اما قیمتش یا این یا بلم کن.
توی گوشواره آقا. بده ببینم. کجا بده کردی؟ رو زمین افتاده بود. حتما مال یکی از این زناییه که هر روز اینجا میان. خب از وضعیت اتاق عکس برداری کنیم. تا پزشک قانونی هم نیامده به جنازه دست نزنیم. بسیار خوب. مواظبش باش. سلام پسرمو. اومدی اینجا چیکار؟ من اومدم که حقیقت قضیه رو برای من بگی. میخوام دفاع تو رو به عهده بگیرم. تو میخوای از من دفاع کنی؟ خیلی عجیبه. مگه چه عیبی داره؟ آخه من دختر عموی تو هستم. کی بهتر از من میتونه از تو دفاع بکنه؟ من به دفاع تو احتیاج ندارم. از تو هم هیچ کمکی نمیخوام. ناراحت نشو پسرمو. فقط من بگو چرا اونو کشتی؟ من اونو کشتم؟ تو خودت خوب میدونی که من بیگناهم. پس چرا تو بازپرسی نگفتی؟ چی بگم؟ بهتر من اعدام بکنن ولی آبروی خانواده ما نره. آبروی خانواده ما؟ برای چی؟ برای اینکه من قاتل شناختم. شناختی؟ پس چرا نمیگی؟ خودت میدونی قاتل یک زنه. من هم نمیتونم اسم اونو بیارم. یک زن؟ تو به خاطر یه زن هر جایی میخوای خودتو بکشتن بدی؟ زن هر جایی؟ البته. غیر از هر جایی ها چی پلوی این مرد میومد؟ این حرف نزن. نگو هر جایی. حتما حتما یه زن بی سر پا و فاحشه بوده. پس تو فاحشه هستی؟ میدونی چی داری میگه حبیب؟ میدونم چی میگم. خودم به چشمم دیدم که تو توی اتاقش بودی. اونو کشتی. میفهمی؟ حالا اومدی از من دفاع کنی؟ منو راحت بگذار. نمیخوام دیگه با تو روبرو بشم. حاضرم منو بکشن اما حیثیت خانوادگی ما از بین نره. خب خانوم، پسرموتونو دیدی؟ بله، خیلی متشکرم. میگفت که یک زن قاتل بوده و بعد از ارتکاب قتل فرار کرده. شما موقع بازرسی و اتاق چیزی ندیدین که وجود زنی رو در این ماجرا ثابت کنه؟ چرا؟ یک گوشواره پیدا شد. ولی خیال نمی کنم این بتونه جرم متهمو از بین ببره. برای اینکه مقتول با زنای زیادی سر و کار داشته، وجود یک گوشواره تو اتاقش مدرک مهمی نیستش. ممکنه اونو ببینم؟ بفرمایید. خیلی از شما متشکرم. با اجازه شما. خداحافظ شما. بفرمایید خانم، دارن نهار میخورن. مرسی. سلام. به به چشم ما رو به چه خوب آمدی، صفا کردی. چه عجب شد که یاد ما کردی. برو بشین بابا جون، برو بشین آروم، برو بشین ببینم، برو بشین. بشین. خوش اومدی. بازی جریان حبیب چی شد؟ تو از موضوع هر در آوردی؟ بله، همه چیزو فهمیدم. تعجب میکنم که چطور حبیب مرتکب این عمل شده.
اعترافات خود رو شنیدی. او با زبان خودش اقرار کرد که دست به جنایت زده. حالا برای شما اعضای محترم دادگاه کار به مراتب آسان‌تر شده و می توانید رأی خود را در نهایت عدل و انصاف صادر کنید. به عقیده من باید این خارهایی که امروز در اجتماع ما رویدن و پیوسته در گوشه و کنار دامنگیر جوانهای بیگناه ما می شوند از بیخوبون قطع کرد. اکنون من از پیشگاه محترم دادگاه طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی برای این مجرمه نسرین وزینپور تقاضای اعدام می کنم. متهمه؟ بیانات جناب آقای دادستان رو شنیدید. آخرین دفاع خود را بفرمایید. من همه چیز رو اقرار کردم. دیگه حرفی ندارم. آخرین دفاع خودم رو به وکیل مدافعم واگذار میکنم. وکیل مدافع؟ دفاع خودتون رو بفرمایید. با کسب اجازه از ریاست محترم دادگاه من چند سوال از متهمه می کنم. بفرمایید. خانم نسرین، به سوالات من خوب توجه بفرمایید. شما پرویز پشتی؟ بله، خودم کشتم. چرا؟ برای اینکه می خواست به ناموس من تجاوز کنه. به این پسر علاقه داشتی؟ نه. به شما مثلا قول ازدواج داده بود و بعد انکار کرد؟ نه. پس چرا منزلش رفتی؟ خب کافیه، بفرمایید بنشینی. ریاست محترم دادگاه، این دختری که اکنون در جایگاه متهمین نشسته، با وجودی که خودش به جرمش اعتراف کرده، در واقع به تمام معنا بیگناهه. لابد تعجب میکنید که با وجود اقرار صریح متهمه، من میخواهم ثابت کنم که او قاتل نیست. خانم نصری، در شب حادثه چند گلوله شلیک کردی؟ فقط یک گلوله. وقتی شلیک کردی بین شما و مقتول چند متر فاصله بود؟ تقریبا 2 متر. اصل قضیه همینجا. باید دانست که موکله من برای تبرئه خود به هیچ وجه متوسل به حیله و نیرنگ نشده. طبق تحقیقات بازپرس و مدارک پرونده به طرف مقتول 2 گلوله شلیک شده که یکی به دیوار و دیگری به پشت مقتول اصابت کرده. مسلماً گلوله‌ای که به دیوار خورده از دست لرزان این دختر بیگناه بوده و بنابر نظر کارشناس گلوله‌ای که به زندگی پرویز خاتمه داده از فاصله 6 متری شلیک شده و مطمئناً قاتل اصلی در بیرون اتاق بوده. اگر گلوله نسرین موجب مرگ پرویز شده بود، باید به سینه یا شکم او خورده باشه، نه به پشت او. ولی چون بدبختانه هر 2 گلوله در 1 لحظه شلیک شده، در اون وقت کسی به فکر ضارب دوم نمی افتد. اکنون من با نهایت اطمینان می گویم طبق 1 اصل مهم روانشناسی،
قاتل اصلی در همین جا و شاید میان همین تماشاچیان نشسته. من به نام خدا، به نام انسانیت، به نام وجدان و شرافت تقاضا می کنم که اگر این شخص سخنان مرا می شنود به این دختر بیگناه رحم بکنه. من مطمئنم اگر قاتل به گناه خودش اعتراف بکنه همیشه پیش خدا و وجدان خودش سربلند خواهد و دادگاه هم در کیفر او تخفیف کلی خواهد داد. ولی اگر امروز در اینجا اعتراف نکند فردا در پیشگاه عدل الهی مجبور به اقرار خواهد شد و چه بسا دست تقدیر یک روز در همین دنیا جریبانش رو گرفته به سزای عملش خواهد رسوند. من یقین دارم که مجرم حقیقی همینجا نشسته، همینجا. بلند شو، بلند شو، بگو، 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 جرأت داشت. توجه خدا به دهان تو، بگو، بگو، به این دختر بیگناه رحم کن، دختری که هنوز لذایز زندگی رو نچشیده، بگو. یالا یالا بلند شو، بلند شو، یالا بلند شو. بسه، قاتل منم. ساکت، ساکت. دادگاه به عنوان تنفس تعطیل می شود. بله، قاتل حقیقی من هستم. پرویز منشه شوهرم بود، همیشه مثل سایه من تعقیب میکرد تا اینکه یک روز غافلگیرم کرد و منو بوسید. از این حرکت ناجوان مردانش عکس برداشت، بعد به همون وسیله منو تهدید کرد و پول گرفت. مرتبه دوم به منزلش دعوتم کرد که یا پول زیادی به او بدم یا خودم رو تسلیمش کنم. نفهمیدم از کجا دخترم از ماجرا آگاه شد. قبل از من به منزل او رفت، منم بی خبر از همه جا برای اینکه هر طور شده عکس خودم رو از او بگیرم اونجا رفتم.
هنگامی رسیدم که اون بیشرم خیال دست رازی به دختر بیگناه هم داشت. دیگه جلو چشمم سیاه شد. کاری که هر مادری اگر به جای من بود می کرد کردم. بله، من اونو کشتم. من قاتل هستم. دخترم بیگناهه. منو بکشید، منو به دار بزنید. قاتل حقیقی من هستم. خب بفرمایید بنشینید. وکیل مدافع، اگر دفاعی دارید بفرمایید. قضات محترم دادگاه، من از شما میپرسم، آیا در دنیا عشقی بزرگتر از عشق مادر وجود دارد؟ آیا مادری حق نداره که جان و ناموس فرزند خود را حفظ کند؟ منم معتقدم که باید خارهایی رو که هر روز دامهای مکر و نیرنگ خودشون رو برای اقفال خواهران ما در گوشه و کنار می گسترند از بیخ و بن قطع کرد. مگر نه این که ما مار گزنده رو در زیر پا یه می کنی؟ آیا تجاوز پرویز به ناموس و شرف یک دختر کمتر از جزیدن یک مار است؟ آیا ضرر و زیان اینطور جوانها برای اجتماع ما به مراتب بیشتر از ما رو افعی نیست؟ من امروز از میان این دادگاه به تمام مادران و پدران هموطن خود میگویم که دختران خود را از شر این اهریمنان حفظ کنند. همین کسانی که برای یک لحظه خوشی آبرو و شرف خانواده ها را به باد می دهند. قضات محترم، من یقین دارم که رأی عادلانه شما موجب اون خواهد شد که دیگر پرویز و امثال او به خود اجازه تجاوز و خیانت به شرافت خانواده ها را نخواهد داد. آقای دادستان، فرمایشی ندارید؟ خیر، بنده دیگه هیچ عرضی ندارم. برای شور وقت رأی تنفس داده می شود. به موجب کیفرخواست دادستان محترم و محتویات پرونده و بنابر اقرار سریع متهمه، دادگاه بانو زهرا وزینپور را قاتل پرویز مهیار می شناسد. از آنجا که مقتول دارای پرونده های متعددی در شیادی بوده و این بار نیز با تهدید و ارعاب خیال اخاذی و حتی ناموس از بانو زهرا و دخترش را داشته است و از طرفی چون قاتل برای دفاع از شرف و ناموس خود و دخترش دست جنایت زده، دادگاه با در نظر گرفتن علل مخففه متهمه را طبق تبصره 2 ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی به 3 سال حبس تعدیبی محکوم می کند. شکرم فریده. مرسی آقا، خیلی ممنون. تبریک میگم خواهر. متشکرم. تبریک میگم دخترم. مرسی پسرم، خیلی ممنون. قصه نخور عزیزم، خوشبختم که تو شرافت و حیثیت خانوادگی ما رو حفظ کردی. من به تو تبریک میگم. مادر،
در این 3 سال تو همیشه پهلوی ما هستی، یعنی در قلب ما جا داری. فکر نکن که ما تو رو فراموشت میکنیم. غصه نخور مادر، بله مادر، تو افتخار فامیل ما هستی. فکر نکن 3 سال چیزی نیست، تا چشم هم بگذاری تموم میشه. از شماها ممنونم، فقط دلخوشی من اینه که شرافت خودم و دخترم رو حفظ کردم. برید، من هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم. برید، ساد از من باشی، خوش باشی. بفرمایید خانم، بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. آقا شما هم بفرمایید، خواهش میکنم. خداحافظ مادر، به خدا سپردم تو. آقا محمود خان و حبیب آقا اومدن شما رو ببینن. متشکرم آقا، ما اومدیم به شما تبریک بگیم. ممنونم. الحمدلله به خیر گذشت و آبرو و حیثیت خانواده شما محفوظ بود. متشکرم. سلام محمود آقا، چه عجب یاد ما افتادی. خیلی از دیدن تو خوشبختم. خانم اینجا منزل امید ما، من هیچ وقت خوبی های شما رو فراموش نمی کنم. آفرین پسرم، من از تو خیلی ممنونم. هرچند هوشنگ نسبت به تو. اشتباه کردم، حالا اومدم معذرت بخوام. من نسبت به شما خیلی بد کردم، ولی بعد از این اتفاقات حالا چشمم باز شده. اگه منو ببخشی قول میدم پسر خوبی باشم مثل خود شما. کاش اینطور باشه، خدا از دهنه دشتون. تو مثل برادر منی، من از تو کدورتی ندارم. ممنونم. حالا که اینطور شد باید خدمتتون عرض بکنم. چیه؟ چی میخوای بگی بابا؟ نسرین جون، یادته یه روز میگفتیم محمود آقا مرد به تمام معنیه؟ کاشی از فامیل ما بود. حالا من تصمیم دارم. بابا جون، بابا بابات خوب میفهمه، هرچند مادرت خیال میکنه من حالوام، اما با تمام زرنگیش دیدی چطور تو تله افتاد. خب الحمدلله که آقا به خیر گذشت. گوش کن محمود آقا، بله. از قدیم گفتن برای این که دخترت بیخ ریشت نمونه باید زودتر براش خواستگار پیدا کنی. حالا اگه تو هم به نسرین علاقه مندی باعث افتخار منه. نسرین خانم بهترین و عزیزترین دختر هاست برای من. میدونم تو هم برای او عزیزی. سلام آقا. سلام داداش. ده؟ این دیگه کجا بود؟ فریه؟ داداش، من اومدم از محبت های شما و کمک هایی در حد من کردین تشکر کنم. اون همه چیزی من گفت. حالا ایتانم که شما مخصوصا حبیب چقدر حاصل هست. برای جواب مردی حبیب همینقدر بد که میخواست به خاطر من خودش رو به کشتن بده. امیدوار شما منو میبخشی. تو هم حرفی بزن آخه، برو. چی بگم دیگه؟
خب الحمدلله همه چیز اونطور که دلم میخواد شد. از این به بعد من توی این خونه ارباب همم، شیر این خونه هم. بسر اون جیشه رو من کرسک بنداز توی خواهد.